سلام و درود بر شما بینندگان تلویزیون تیشک، با برنامه صفحه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه امشب ما هم به موضوع اختصاص داره به نام روز پیشمرگ. در تاریخ کردستان روزی هست به عنوان بزرگداشت روز پیشمرگان کرد، 26 آذر هست و ما یک چند روزی زودتر از اون برنامه رو در این خصوص تدارک دیدیم و قصد داریم با دو تن از عزیزانی که در رابطه با پیشمرگ اطلاع دارن و خودشون از پیشمرگان بودن مصاحبه تلفنی انجام بدیم و در خدمت شما عزیزان این روز رو به همه شما بینندگانی که در این لحظه شاهد برنامه ما هستین معرفی کنیم. آقای رحیم رشیدی روزنامه نگار مقیم آمریکا پشت خط هستن و ما در خدمت ایشون هستیم و بعد دوستان دیگری که همکاران در بخش رژی مشغول تماس هستن به برنامه ما اضافه خواهند شد. آقای رشیدی سلام و شب شما بخیر. سلام درود بر شما، شب شما بخیر و بسیار متشکرم که بنده را جهت شرکت‌ترین برنامه دعوت کردید. خواهش می‌کنم. آقای رشیدی من فقط به عنوان روز پیشمرگ روز 26 آذر رو معرفی کردم خدمت بینندگان عزیز، ولی اگر بخوایم توضیح کلی بدیم و بینندگان بیشتر با این روز آشنا بشن و اینکه تاریخچه این روز از کجا سرچشمه میگیره و چرا روز 26 آذر به این روز اختصاص داده میشه، اگه شما لطف کنید اطلاعات بیشتری رو در خدمت بینندگان عزیز قرار بدین از شما ممنونم. پیشاپیش روز پیشمرگ کردستان، روز 26 آذر ماه را به تمامی پیشمرگان کردستان، به خانواده های آنان، به زندانیان سیاسی، به تمام سلف شورانی که بخشی یا چند بخش از اعضای مقدس خودشون در راه آزادی ملت کرد از دست دادن و به عموم آزادی خواهان کشورمون تبریک میگم. در واقع چرا روز 26 آذر ماه به عنوان روز پیشمرگ ازش اسم برده میشه به یه تاریخ مشخصی برمیگرده که در 26 آذر ماه سال 1324 مردم کردستان به طور عموم و شهر مهاباد به طور اخص در یک اقدام انقلابی و مردمی و در واقع در یک حرکت توده‌ای آخرین پایگاه و آخرین نهاد سرکوب حکومت پهلوی یعنی شهربانی اون شهر رو تصرف کردند و پرچم کردستان رو برافراشتند که مصادف بود با 16 یا 17 دسامبر 1945 و این رویداد برای مردم کردستان که سالیان متمادی زیر یوغ سرکوب همه جانبه حکومت پهلوی بودند شادی آفرین بود و برای اولین بار در واقع یک حاکمیت مردمی صورت می گرفت که برگرفته و برآمده از مردم و از خود مردم بود و مردم در واقع در تعیین سرنوشت خیش دخالت مستقیم داشتند و چون این روزی در واقع برای مردم کردستان خوشایند بود. از طرف دیگر بعد از انقلاب 1357 برابر با 1979 میلادی کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران تحت رهبری سیاستمدار کارآمد و بزرگمرد تاریخ آزادی خواهی میهنمان دکتر عبدالرحمن قاسملو در سال 1363 اگر اشتباه نکرده باشم مصادف با 1984 در یک تصمیم درست و انقلابی در واقع جهت ارج نهادن زحمات پیشمرگ و فداکاری ها و جانفشانی های پیشمرگ روز 26 آذر ماه تاریخچه کوتاهی که بحثش کردم تعیین کردن و از آن به بعد در تمام شرایط به ویژه مردم کردستان در زیر سایه ارعاب و وحشت روز پیشمرگ را گرامی می دارند و بچه ها، دختران، زنان، مردان همگی یک پارچه در این روز شادی می کنند، تبلیغات وسیعی صورت می دن و در این راستا فداکاری، جانفشانی و مبارزه برحق پیشمرگ‌های کردستان را در راستای دموکراسی و تحقق خواسته های دموکراتیک مردم کردستان را ارج می نهند. بله.
آیه رشید، در این روز فقط پیشمرگان مورد تقدیر قرار میگیرن و یا مراسم خاصی هم در کنار این هست و جدای اینکه این روز روز پیشمرگ نامیده میشه، از غیر پیشمرگان هم تقدیر به عمل میاد؟ ببینید، همیشه گفتن که پیشمرگ و مردم، پیشمرگ و جامعه مثل ماهی و دریا، مثل ماهی و آب میمونند و در واقع مسئله از اینجا نشأت و سرچشمه میگیرد که پیشمرگا چه کسانی هستند. پیشمرگا افرادی هستند که از دل مردم کردستان ایران بیرون اومدن و خواسته هایی که آنها برایش می جنگن و فداکاری می کنند و بزرگترین سرمایه زندگی خودشون یعنی جانشون آمدن در راه این تحقق این خواسته ها نثار بکنند، افرادی هستند که در واقع آینه باستاب آینه و انعکاس خواسته های برحق مردم کردستانند. در تمام روزهای سال در واقع پیشمرگ‌ها در راستای تحقق خواسته مردم کردستان فداکاری کردند، تلاش کردند و همچنان تلاش می‌کنند. این که چرا در چنین روزی و در روز 26 آذر ماه به طور مشخص از زحمات، فداکاری و مبارزه اونها تقدیر به عمل میاد، به تاریخچه‌ای برمیگرده که من خیلی کوتاه به اون اشاره کردم. ولی اگر قرار باشه که از فداکاری و از جانفشانی و از زحمات بیدریغ و بدون انتظار پیشمرگا در واقع قدردانی بشه، هیچ روزی در سال ما سراغ نداریم که پیشمرگا در اون فداکاری نکرده باشن، پیشمرگا در اون روز، در اون هفته و در اون ماه جهت تحقق خواسته های دموکراتیک و مشروع مردم کردستان ایران تلاش ننموده باشن. پس نتیجه میگیریم که تمام روزهای سال روز تقدیر و سپاسگزاری از زحمات پیشمرگای کردستانه. ولی چون پیشمرگا در واقع با مردم کردستان جدایی ناپذیرند، مردم کردستان همیشه در پناه دادن پیشمرگا، در همکاری پیشمرگا، در تغذیه پیشمرگا، در کمک‌های تدارکاتی و لوجستیکی و در تمام ابعاد همراه، همکار و همیار پیشمرگا بودند، همیشه از اونها تقدیر میشه و زحمات اونها را پاس می‌دارند. بله، تشکر. دوستان اشاره می‌کنند که ارتباطمون با آقای حجاب هم برقرار شده، آقای عبدالله حجاب از فعالان سیاسی که قبلا در برنامه‌های دیگه هم در خدمت ایشون بودیم. آقای حجاب سلام و شب شما هم بخیر. شب شما و بینندگان عزیزم خوب. آقای حجاب، قبل از اینکه شما به برنامه ما بیایید، در خدمت آقای رشیدی بودیم و تاریخچه از روز 26 آذر ماه و اینکه چرا این روز به نام روز پیشمرگ نامیده شد، آقای رشیدی به خدمت بینندگان ارائه دادند. اما از نگاه شما، از دیدگاه شما دوست داشتیم این تعریف رو بشنویم که به کی پیشمرگ میگن و چه کسی رو پیشمرگ مینامن به نظر شما؟ قبل از هر چیز منم به نوبه خود این فرخنده روز را به پیشمرگان کردستان، به مبارزان راه آزادی، به خانواده های شهدا، به زندانیان سیاسی و به تمام مردم کردستان، کسانی که دل به آزادی ملت خودشون بستند، تبریک میگم و امیدوارم که این روز و این فرخنده روز سرآغازی باشه برای تقویت و همگامی مبارزه برای نیل به اهدافی که پیشمرگان کردستان برایش مبارزه کرده. نامگذاری یک روز به عنوان روز پیشمرگ به نظر من تنها به خاطر قدردانی از مبارزات و فداکاری های یک نیروی مسلح که برای آزادی ملت خودش مبارزه میکنه نیست. این روز در واقع قدردانی از اراده یک ملت برای رسیدن به آزادی است، اراده پیشگامان یک ملت که آگاهانه برای رسیدن به آزادی به میدان مبارزه قدم گذاشتند و بنا به اقتضای شرایط زمان و مکانی گاه مبارزه مسلحانه، گاه مبارزه فرهنگی سیاسی، گاه مبارزه اجتماعی و در هر مرحله نحوی از مبارزه رو در پیش گرفتن و در این راستا گام برداشتن. بنابراین این روز تنها روز قدردانی از مبارزه مسلحانه و یا نیروی مسلح جنبش کردستان نیست.
پیشمرگ و نیروی پیشمرگ کردستان هم یک ارتش کلاسیک یا نیروی نظامی صرفاً مسلح که هدفش دفاع یا مبارزه باشه نیست. پیشمرگ قبل از هر چیز پیشگامه در جامعه خودش. در بعضی مواقع، در بعضی شرایط زمانی این پیشگامی همانگونه که عرض کردم میتونه با متد مسلحانه باشه، در بعضی مواقع میتونه مبارزه مسلحانه نباشه و نحوه دیگری از مبارزه باشه. به نظر من نقطه مهمی که پیشمرگ رو از هر نیروی دیگری جدا میکنه این داوطلبی و هوشیاری ملی است که پیشمرگ رو به نیروی تبدیل میکنه که با اراده و بر مبنای مسئولیت در برابر ملت خودش و برای آزادی ملت خودش گام برمی‌داره و به میدان مبارزه میاد. فرق اساسی پیشمرگ با نیروی مسلح در یک ارتش منظم، در یک ارتش کلاسیک به نظر من همین آگاهی و هوشیاری سیاسی و در واقع داوطلب بودنه، اون اراده‌ایه که در پشت تصمیم پیشمرگ قرار داره. و فرق دیگه هم که پیشمرگ با این ارتش منظم داره اینه که پیشمرگ مجری کورکورانه اهداف یا برنامه های یا در واقع تصمیمات فرماندهان نیست. پیشمرگ نیروی آگاهیه که به دلایل سیاسی در تصمیم گیری ها شرکت میکنه، در تصمیم گیری های سیاسی شرکت میکنه و در واقع اگه اقدامی هم انجام بگیره از جانب نیروی پیشمرگ این اقدام با آگاهی و اراده است. و این پیشمرگ رو از نیروهای ایدئولوژیک هم جدا میکنه. پیشمرگ نیروی ایدئولوژیک هم نیست. اگه ما نگاه کنیم نیروهای ایدئولوژیک در بعضی از جنبش‌ها فرد رو به یک ابزار تبدیل میکنن، ابزاری که فاقد اراده است، ابزاری که در چارچوبی تنگ، در چارچوبی بسیار بسیار محدود در واقع نمیتونه تصمیم بگیره، فقط مجری برنامه است، سرشار از کینه و نفرت در برابر دیگران و این باعث میشه که این فرد کورکورانه بکشه و کشته بشه. ولی پیشمرگ از چنین کینه‌ای، از چنین نفرتی، از چنین تصمیم کورکورانه بسیار دوره و همون داوطلب بودن، هوشیاری سیاسی، هوشیاری ملی، پیشگام بودنه که پیشمرگ رو از نیروی دیگه جدا میکنه. بله. آقای رشیدی، به نظر شما یک پیشمرگ چه پرنسیپ هایی باید داشته باشه و کلن چه پرنسیپ هایی در این کار است و یک پیشمرگ چه این خصوصیاتی داره؟ پیشمرگ یک فرد مسلح و انقلابی مسلح در راستای دفاع از خودش، از هویتش، از هویت ملتش و مسلح نیست که هجوم بکنه، مسلح نیست که حمله ببره، مسلح نیست که به حق کسی تعرض بکنه، در راستای دفاع از موجودیت خودش و به عنوان بازوی مسلح یک جریان سیاسیه و انقلابیه. چرا انقلابیه؟ چون میخواد یک تغییرات عمیق اجتماعی در جامعه صورت بده در راستای دفاع از دموکراسی، حقوق فردی، برابری طلبی، در پیوند با حقوق زن و مرد و پرینسیپ های مشخص یک فرد بستگی به نوع پرورش نیروی پیشمرگ داره.